هفته ای که گذشت وضعیت مهاجرت از ایران باز هم در میان اخبار مهم این کشور بود. رفتنهایی که در سالهای اخیر به مرز هشدار رسیده و حالا نتایج هشدارهای کارشناسان را میتوان در شاخصهای جهانی، بازار کار و جمعیت کشور دید. با تداوم بی سابقه ترین موجهای مهاجرتی شهروندان ایران، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران پیش بینی کرد که در آینده نزدیک وزارتخانه مهاجرت تشکیل می شود. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. در تمام دنیا مهاجرت از یک کشور به مقصد دیگری یک روال عادی به شمار می رود. تمایل به زندگی در کشوری دیگر را می توان یکی از حقوق اولیه بشر عنوان کرد. این موضوع تا حدی معمول است که مسائلی چون سرمایه گذاری یا تحصیل و در کنار خانواده بودن اصلی ترین دلایل مهاجرت به شمار می رود. اما در این حال مهاجرت نخبگان و نیروی کار متخصص به عنوان سرمایه اقتصادی از یک کشور که آمارهای نگران کننده ای داشته باشد را نمیتوان یک امر معمول عنوان کرد. وقتی موضوع مهاجرت به نخبگان یا متخصصان میرسد اهمیت بیشتری مییابد، زیرا به معنای ترک کشور توسط گروهی است که سرمایه انسانی ارزشمندی برای توسعه کشور مبدأ به شمار می آیند که معمولا مدیران هر کشور و جامعه نسبت به این نوع مهاجرت حساس تر هستند. دلایل و عوامل زیادی در مهاجرت نخبگان و متخصصان ایرانی به کشورهای دیگر و خارج از کشور نقش دارد. یکی از این دلایل افزایش ناامیدی و یأس در بین نخبگان و نیروهای متخصص کشور نسبت به آینده یک کشور است. آنچه طی سالهای گذشته شاهد هستیم مهاجرت هر روزه جوانان نخبه ایرانی است. خروج هر یک از این جوانان از کشور معادل با خروج سرمایه های هنگفتی است، چرا که همین افراد با حضور در عرصه های علمی سایر کشورها موفقیت های بسیاری برای آنها برمقان می آورند. مشکلات اقتصادی یکی از مواردی است که موجب شده طی سالهای اخیر شاهد رشد مهاجرت نخبگان ایرانی باشیم. بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت با هشدار درباره سرعت خروج شهروندان از ایران گفته کشور در حال تجربه یکی از بی سابقه ترین موجهای مهاجرتی است. وی همچنین افزود پیش بینی می شود ایران در آینده نزدیک به دنبال ایجاد وزارتخانه مهاجرت باشد. صلواتی تأکید کرد موضوع مهاجرت با سرعت تمام در حال گسترده شدن است و سرعت خروج از ایران حتی از سرعت کرونا هم بیشتر است. او در ادامه موضوع مهاجرت از ایران را ابرچالش نیروی انسانی نامید و گفت با پدیده بسیار سهمگینی روبرو هستیم و اثر آن را سال بعد خواهیم دید. مهمترین سرمایه این کشور بی صاحب مانده است. این تحلیلگر ارشد حوزه مهاجرت توضیح داد ما جزء معدود کشورهای مهاجرپذیر و مهاجر فرصت دنیا هستیم که دنیا را آب برده و ما را خواب برده است. تازه متوجه شدیم که چه اتفاقی افتاده است. صلواتی همچنین از سقوط جایگاه ایران در حوزه رقابت پذیری برای استعدادها در بازه یک سال خبر داد و افزود که ایران با رتبه 116 هم در میان 134 کشور در سال 2023 میلادی نسبت به سال 2022 میلادی 4 پله صعود کرده است. مقصود فرستخواه جامعه شناس نیز گفته است مهاجران بخش مهمی از جمعیت سرزمین ایران هستند و بالاترین کیفیت در میان مهاجران دنیا را دارند. تحصیلات و مهارت بالا دارند. این مهاجران ایرانی مشارکت اقتصادی تقریبا معادل اهالی آن کشورها را دارند. در آذر ماه امسال نیز رسول صادقی عضو هیئت علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران با هشدار درباره هدر رفتن منابع انسانی ایران گفته بود جریان مهاجرت به مناطق روستایی کشور هم نفوذ کرده و در استان ایلام روستایی را داریم که 115 نفر از جوانان آن به استرالیا رفتند.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در 18 آذر در گزارشی از افزایش آمار مهاجرت زنان از ایران خبر داد و نوشته بود در سال 2021 بالغ بر 52% اقامت‌های دائم صادر شده برای ایرانیان در کانادا، 45% در فنلاند و 49% در استرالیا مربوط به زنان بوده است. علی اکبری، اخبار شیعه. برای صحبت بیشتر در این باره سید احمد شمس، فعال و تحلیلگر سیاسی از آنکارا با ما هستند. سلام آقای شمس، دلایل مهاجرت نخبگان ایرانی به دیگر کشورها از نظر شما چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با درود عرض ادب و سلام خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. بحث مهاجرت یک مقوله است که چند دهه است در ایران رواج پیدا کرده. در ابتدا خب طبیعی بود که پیروزی انقلاب ایران در سال 57 مؤثر بود در این زمینه، اما طی دهه های بعد بیشتر مهاجرت ها جنبه اجتماعی و شاید هم اقتصادی داشت، اما مجدداً میخوام عرض بکنم در دهه اخیر، در 13-14 ساله اخیر، علاوه بر دلائل اجتماعی، دلائل سیاسی و امنیتی هم به این مقوله افزوده شده و باعث شده که سیل مهاجرت به کشورهای دیگه افزایش پیدا کنه. مهاجرت هم متاسفانه فقط به نخبگان خلاصه نمیشه. ما حتی در برخی از حرفه‌های معمولی نظیر کسانی که کار فرش بافی و فروش فرش رو انجام میدن، حتی لوله کش ها و کابینت ساز ها رو میبینیم که برای رفتن و به یک سمت زندگی بهتر ترجیح میدن که کشور رو ترک کنن و به کشورهای همسایه مهاجرت بکنن و این وضعی است که متاسفانه همچنان ادامه داره. بله، مهاجرت نخبگان از نظر شما فرصت برای ایران محسوب میشود یا تهدید؟ قطعاً اگر تو شرایط عادی باشه فرصت هست. همیشه در آموزه‌های دینی هم از صدر اسلام توصیه شده که اطلب العلم ولو بالسین، برای یافتن علم، برای دستیابی به علم بیشتر، حتی توصیه شده به کشورهای دوردست مثل چین بریم. اگر یک نخبه ای بره علم خودش رو و تجربه های دیگر کشورها رو به دست بیاره و نهایتا اون رو در کشور خودش صرف بکنه که این فرصت است، اما متاسفانه ما نخبه های فراوانی رو داریم، نفرات اول المپیادها، نفرات اول کنکور که از کشور برای همیشه خارج میشن و تجربه خودشون رو و اون چی که آموختن رو به کشور برنمیگردونن. این قطعا خسارت هست. بله جناب شمس، تشکیل وزارت مهاجرت در ایران تا چه میزان برای حل بحران مهاجرت نخبگان مؤثر میدانید؟ در همه جا وزارت مهاجرت رو تشکیل میدن برای اینکه مهاجرینی که از خارج به داخل کشور میان رو به وضعیتشون رسیدگی کنن، اما جالبه که قرار هستش برای اینکه دارن داخلی ها به خارج از کشور مهاجرت میکنن قرار وزارت خونه یا سازمانی تشکیل بشه. ببینید، بخشی از نخبه ها که از کشور خارج میشن فقط دلایل اجتماعی یا اقتصادی نداره، مسائل امنیتی هم تأثیر داره. شما دستگیری علی یونسی، امیر حسین مرادی، محمد رضا جلایی پور که از نخبه های کشور بودن رو میبینیم صرفا به دلایل امنیتی هستش و به اونها اتهامات امنیتی وارد میشه. امروز کسانی که در رشته آیتی و مسائل فناوری اطلاعات تخصص دارن تو دانشگاه‌های مثل امیرکبیر و صنعتی شریف مجبور به همکاری با دستگاه‌های امنیتی هستن. پس بنابراین تشکیل یک وزارتخانه صرف نمیتونه مشکل حل بکنه. به نظر میرسه باید تجدید نظر جدی در سیاست‌های کلان صورت بگیره تا نخبه‌ها بمونند یا وقتی به جایگاهی رسیدن برگردند. We'll be right back.